تو این قسمت رمزمون چی بود؟ که ایشون اومده سان کرده ما رو. چه آدم شجاعی بود آقا مهتی که ما رو سانت کرده. اصلا دانش آموز میگه من سر جلسه داشتم دیدم ما رو سانت و شجاع جلوی چشم بود. البته اینجا مار نیست و ماریاست، چون آدم شیطونیه، ماریا خانم رو سانت کرده. و در سوال بعدی در تاریخ ادبیات، کدام بیت در بردارنده نام یکی از سرایندگان غزل اجتماعی در اصل مشهوده است؟ من در مورد تاریخ ادبیات این قسمت چه توضیح دادم؟ اول با هم بریم. نسترن خانم، گفتیم غزل شعریه که چجوریه نسترن خانم؟ عاشقانه هستش. عاشقانه است، عارفانه است غالبا. ولی گفتیم در درس سوم در دوره مشروطه که دوره آزادی خواهی بود، یه گروه شعرا آمدن شروع کردن به غزل گفتن و چون مضمونشون اجتماعی و سیاسی بود اسم غزلشون شد غزل اجتماعی. غزل اجتماعی یعنی عاشقانه نیست. که من گفتم سه تا شاعر رو در بقیه، در بقیه که به بود ملک شعرهای بهار، عارف قزوینی و یه بود فرخی یزدی. اینو من اونجا توضیح مفصل دادم و بازم فیلم های من هست میتونید نگاه کنید. حالا ایشون در سوال چیکار کرده نگاه کنید. ایشون در سوال چیکار کرده جانم عزیز من؟ اون غزل اجتماعی بهش تو کتابمون نوشته بود که محمد تقی بهار. بله، من حالا اسم کوچیکش رو نبردم، محمد تقی بهار معروف به ملک شعرا. آها، چون من تو همین امتحان آورده بود، منم همین نوشتم که الان یه ترسه گفتم شاید اشتباه باشه. نه درسته، درسته. دو تا بیت داده، الف و ب. بیت هم خارج از کتاب، این کارو قبلا فقط در کنکور میتونم بکنم. گفته آقا شما در این دو تا کلمه ای رو پیدا کن در بین الف و ب که اشاره به یکی از این سه تا شاعر بکنه. پروین شراب معرفت از جام علم نوش، ترسم که دیر گردد و خالی کنند جام. از ملک شعرهای بهار محمد تقی بهار، عارف قزوینی و فرخی یزدی. چیزی اینجا داریم؟ نه. از الف خط میخوره ب. ب پیش از آنی، بعد میگه دل چی؟ دل عارف. عارف، عارف قزوینی. شاید بعضی میگفتن آقا چه سوال خاص بود. نه دیگه عزیزم، میگه آقا ما سه تا شاعر تو این دوره غزل اجتماعی کتاب نام برده. میگه شما در بین دو تا بیت کدوم شعر اسمی از شاعر برده شده؟ حالا شاید منظور ایشون اون عارف نیست، ولی آقا منظور عارف قزوینی. درسته؟ بله. بریم پایین تر. مثلا من در درس 17 و 18 یکی از نکاتی که تاکید کردم در جزوهم گفتم که من خندتو میخوام، نمیدونم عرضم بود شما، من حاضرم نمیدونم هر بلای سرم بیاد ولی خنده ای تو رو داشته باشم، اشاره به گل سرخ و گل سوسن میکنه. یادت هست دیگه؟ بله استاد. و من اونجا گفتم آقا گل سرخ نماد چی؟ درباره تلمیع به کار رفته در بیت زیر توضیح دهید. نام کلمات خاص ما رو به سمت تلمیع هدایت میکنه. تابوس. اینجا تابوس میاره. اینو من البته جزء بیتای کتابی دیدم. قابوس و شیطان و خلد و اینا چی بودن؟ که طاووس توسط مار عرضم به شما اخفال شد و از بهشت رانده شد. درسته؟ کجا داریم اینو؟ کجا داریم؟ تو درس سیمرغ و سیمرغ. حالا بعضی از بچه ها میگفتن استاد شما میگفتید فقط تلمیل میشه از ما بپرسن تلمیم به چه داره؟ گفتیم بله، اگر بیتی مال کتاب باشه که این هست، ما باید بگیم اشاره به چه داستانی داره. متوجه عرضم هست این هست سران خانوم؟ بله. مثلا ما بیت الحزن داریم در درس سوم از کتاب دوازدهم. اگه بگی اینجا علت تلمیشو بررسی کنید، میگیم آقا اشاره داره به داستان حضرت یعقوب و یوسف که حضرت یعقوب به خاطر پسرش یوسف اونقدر گریه کرد در اتاقی به نام بیت الحزن. نبا توضیح بدیم اونو. درسته؟ درسته. آرایه ها رو نگاه کنیم دوباره. با توجه به ربای زیر پرسش هایی داده شده پاسخ دهید. واژه زخم، آرایه های ادبی تشخیص و کنایه رو در مصرع پایانی